در همین شماره ایران شهر یکی از بخش‌های بسیار هیجان انگیز کتاب کاملا خصوصی که همین اخیراً توسط شرکت کتاب منتشر شده و به نوشته فرزان دلجو، بازیگر، نویسنده و کارگردان، که سرگذشت پرماجرای محمود قربانی رو به نثر تا قبل از انقلاب مطرح کرده در این کتاب حدود بیش از 400 صفحه و گوشه هایی از این کتاب رو در همین نشریه ایران شهر مطرح کردیم. دوستانی که میخوان این گوشه ها رو ببینن خواهش میکنم که به ایران شهر، یعنی اگر روزنامه دستشون نرسیده، در جنوب کالیفرنیا زندگی نمی کنن و روزنامه رو نگرفتن، میتونن به ایران شهر نیوز ایجنسی برن در قسمت مجلات و مجله شماره 9 که تازه ترین مجله یا نشریه هفتگی ماست، اونجا رو کلیک بکنن و این بخش جنجال برانگیز این کتاب، یعنی کتاب پر از مسائل جنجال برانگیزه که کتککاری محمود قربانی با والا حضرت محمود رضا بر سر خانم گوگوش در کاباره میامیه. فرزان دلجو این کتاب رو عنوانی که براش تهیه کرده بسیار جالبه: گذر از 6 دهه در تاریخ سیاسی، اجتماعی و هنری ایران، که چه اتفاقاتی واقعا در اون 30 سال آخر افتاد و در حقیقت 30 سال بعدی هم که البته جلد دومی است که قرار است که به زودی منتشر بشه بعد از موفقیت این جلد اول، و تیترای خیلی بحث برانگیزی در این شماره ایران شهر است، مثل نقش بهروز وثوقی در جدایی خانم گوگوش از محمود قربانی. به هر حال بهتون یادآوری میکنم دوستانی که روزنامه رو گرفتند حتما این بخش رو حتما خوندن، و البته اگر دوستانی که در خارج از لس آنجلس هستن میتونن به iranshahrnewsagency.com مراجعه بکنن و در قسمت مجلات این بخش رو ملاحظه بکنن و بخونن.
سه ماه به روز با من بود، تو پاریس مهمان من بود، شهر و کشورها رو با هم رفتیم و از هر جا با هم سخن میگفتیم. همون موقع هم خانم اشرف پهلوی من تلفن کردن، سپاسگزاری کردن از این مسئله، به من گفت که این شایعاتی که در رابطه با مسائل نمیدونم چه بهروز وثوقی با خانم اشرف میگن دروغه. من به تو میگم، گفتم شک نکرد نمیداشتم، حتما از خود بهروزم بپرسم همین میگه. خود بهروز وثوقیان به من رو تایید کرد و گفت، بهروز وثوقی گفت البته خانم اشرف پهلوی هر وقت مهمونی داشتن منو دعوت میکردن، ماشین میفرستادن دنبالم، من میرفتم در خدمت چون بودم تو مهمونی ها، حتی بارها به من بلیط هواپیما میدادن، هتل برای من رزرو میکردن، من میفرستادن و کانس تعطیلات و کیشن منو پرداخت میکردن، ولی من هرگز با ایشون رابطه‌ای نداشتم. این همه دروغ‌هایی بود که منتشر کردن. این یکی رو شما بگیرید برید تا دروغ‌های بزرگ دیگه که ساخته بودن. من از بهروز خیلی سپاسگزارم که این شهادت داره که در اون مقطع همون موقع و وقتی هم که خود همون رئیس موتورخونه آقای خانم اشرف بر همون موقع گفته بود، خانم اشرف بلایی به من تلفن کردن و از این که این مسئله، همون موقع من این مسئله تو رادیوی آوای ایران گفتم، یادتون باشه سال 1992 بود، 23 سال پیش توی رادیو آوای ایران گفتم و خانم اشرف بلایی سپاسگزاری کرد، گفت که از مزخرفاتی که داشتن می‌گفتن همین بوده، چه خوب بود که تو گفتی و به ویژه‌ای که آقای بهروز وثوقی هم اونجا شاهد قضیه است. یعنی می‌خوام بهتون بگم چون یادروز محمد رضا شاه خروجش از ایران هست پس فردا، یادروز خواهرش هست که 7 از دنیا رفته، من دلم می‌خواست این شهادت تاریخی رو به شما بدم که بچه‌های جوان و نونهالان ایران، حتی پیرهای ما که تبلیغات منفی تو ذهنشون بود یکمی پاک بشه، بدونن که دشمن همیشه اول از همه می‌خواد کسی رو از بین ببره، ترور شخصیت می‌کنه، ترور شخصیت می‌کنه.